محکومیت نمایش سفارت رژیم ایران در بغداد علیه مجاهدان اشرف و اجرای اوامر دیکته شده رژیم توسط مالکی. اقدام سرکوبگرانه مالکی علیه تلویزیون بغدادیه و موج محکومیت ها از سوی سندیکای روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، شورای شیوخ عشایر، احزاب و شخصیت های سیاسی ایران. آلن گرسون، مشاور پیشین هیئت نمایندگی آمریکا در ملل متحد، ممانعت از افشای اسناد ویکی‌لیکس و چی از سیاست تعامل با رژیم ایران به بهای اعمال فشار علیه ساکنان اشرف. سید احمد غزالی، نخست وزیر پیشین الجزایر، عملکرد نوری مالکی و کمیته سرکوب اشرف به نیابت از رژیم ایران و سیاست این رژیم برای صدور تروریسم و کشتار و فرقه گرایی در عراق. هشدارهای ترسالود خامنه ای در مورد تهدید قیام و براندازی نظام. صحنه گردانان اصلی فتنه سال 88 به دنبال تسخیر ایران بودند. بیانیه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در محکومیت سرکوب فعالان کارگری در ایران. ادامه حرکت‌های اعتراضی دانشجویان علیه طرح انحلال دانشگاه علوم پزشکی از سوی دیکتاتوری آخوندی. طرح ضد انسانی دیکتاتوری آخوندی برای انتقال 30,000 الی 40,000 زندانی به اردوگاه های کار اجباری. موضع‌گیری های کاخ سفید و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در محکومیت اعدام و نقض حقوق بشر توسط دیکتاتوری آخوندی. و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به دست آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان و کرسی‌های جدید در سنا.